سرخط خبرها نگرانی ها از احتمال فرو ریختن منار جام نگرانی روسیه از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان خبر ناگوار درباره دکتر عبدالله و حامد کرزی پهپاد S-550 روسیه قادر به سرنگونی تیاره بسترنشین X-7 امریکایی است. جو بایدن دست از قدرت کشید. کاملا هرس جانشین شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به که زیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخری ویدیو با ما باشید. اعضای هم شماره از فرهنگیان در غور هشدار می دهند که اگر به زودی در زمینه حفاظت از منار جام اقدام نشود، این بازمانده و میراث جهانی از بین خواهد رفت. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت غور می گوید که منار جام در این ولایت با تهدید فرو ریختن روبرو است. با گفته مسئولان این ریاست در ماه‌های اخیر بیشتر کاشی‌های منار جام فرو ریخته است و پله‌های درونی آن نیز ویران شده است. عبدالحی رئیس اطلاعات فرهنگ غور گفت اگر سازمان یونسکو برای ترمیم منار جام رسیدگی نکنند، ما شاهد این هستیم که این منار جام فرو می پاشد و این یک بدنامی بسیار بزرگ است. از سوی هم شمار از فرهنگیان در غور هشدار می دهند که اگر به زودی در زمینه حفاظت از منار جام اقدام نشود، این بازمانده و میراث جهانی از بین خواهد رفت. منار جام که یکی از کهن‌ترین منارهای خشتی جهان است، در سال 2002 میلادی ثبت فهرست میراث فرهنگی جهان در سازمان یونسکو شده است. با اینکه این منار همچون میراث جهانی شناخته می شود، اما کارهای لازم برای جلوگیری از فرو ریختن این بازمانده با ارزش نشده است. نظر محمد ثاقب فعال فرهنگی در غور می گوید سازمان های بین المللی در راستای حفاظت آبدات تاریخی و ساعات باستانی که یونسکو معروفترین آنها است، تعهدات مبنی بر ترمیم منار جام صورت گرفت که عملی نشدند. این در حالی است که شماره از فعالین جامعه مدنی میگویند که در 20 سال گذشته برای حفاظت از منار جام هیچ کار صورت نگرفته است. نگرانی روسیه از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان. رئیس جمهور روسیه در تازه ترین سخنانش از خطرهای احتمالی در برابر کشورش از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. تولو نیوز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور در تازه ترین سخنانش از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان در برابر کشورش ابراز نگرانی کرده و افزوده است که از بحر امنیت کشورش با کشورهای آسیای میانه همکاری خواهد کرد تا در مرزهای این کشورها تدابیر بیشتر امنیتی روی دست گرفته شوند. این در حالی است که روسیه پیش از این نیز بارها از احتمال تهدیدهای داعش از افغانستان ابراز نگرانی کرده است، اما کابل همواره تاکید می‌ورزد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور کار گرفته نخواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید آنچه که در افغانستان رخ داد به این معنا است که ما باید تدابیر امنیتی را در مرزهای شرقی ما بیشتر بسازیم و با همپیمانان ما در آسیای میانه که روسیه را تضمین کننده امنیتشان در منطقه میدانند کمک کنیم. ما باید تدابیر برای جلوگیری از ورود پناهجویان و جلو نفوذ هراس افغانان و مجرمین را در مرزهایمان بگیریم، اما کابل یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که به هیچ شخص و یا گروه اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان فعالیت‌های هراس افغانی را در برابر کشورهای دیگر انجام دهند. آیا کرزی و عبدالله در کابل زیر نظارت طالبان قرار دارند؟ دویچه وله. اظهارات اخیر یک مقام طالبان در مورد حامد کرزی و عبدالله سوالهایی را در مورد وضعیت زندگی آنها در کابل ایجاد کرده است. منابع نیست به دویچه وله گفتند که این دو شخصیت سیاسی به نوعی زیر نظارت طالبان قرار دارند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امرالبالمعروف نهی از منکر طالبان اخیراً در یک سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهور ازبق، دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت قبلی و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه پیشین را جنایتکاران بزرگ خوان و گفت که با آن هم این چهره ها حکومت های قبلی عفو شده و از آنها محافظت می شود. این اظهارات شک و گمانهایی را در مورد نحو برخورد طالبان با مقامهای حکومت پیشین وضعیت زندگی آنها ایجاد کرد.
منابع نزدیک به عبدالله عبدالله به دوی چوله تایید کردند که محدودیت ها بر این شخصیت سیاسی با گذشت هر روز بیشتر می شود. هرچند حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله هر از گاهی با برخی از نمایندگان کشورهای خارجی دیدار می کنند، اما دیدارهای مردمی آنها بسیار محدود شده است. پیش از سقوط کابل به دست طالبان، دفتر حامد کرزی تقریبا همه روزه میزبان دیپلمات‌ها، رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان اقشار مختلف افغانستان بود. به حد که برخی ها می گفتند رفت و آمد دیپلمات‌ها به دفتر کرزی بیشتر از مراجعه آنها به ارگ ریاست جمهوری است. گروه طالبان وقت بار اول در دهه 1990 کابل را تصرف کردند، دکتر نجیب الله رئیس جمهور ازبق افغانستان را به دار آویختند. رفتار آن زمان این گروه همه را در روز سقوط کابل وحشت زده کرده بود. بسیار از مقامات سابق حکومت به میدان هوایی کابل رفتند و از همان مسیر افغانستان را ترک کردند. حامد کرزی ساعت پس از سقوط کابل با نشر یک پیام ویدیویی که فرزندانش نیز در کنارش حضور داشتند، مردم را به آرامش فرا خواند و گفت ما در همین جا و با شما هستیم. دکتر عبدالله نیز با نشر ویدئوی دیگر از فرار اشرف غنی خبر داد و بعد در میان مردم در یکی از جاده های کابل ظاهر شد. ممنوعیت سفرهای خارجی. منابعی که دویچه وله با آنها صحبت کرده از محدودیت‌های طالبان بر این دو چهره سیاسی سخن گفته است. خانه های این شخصیت های سیاسی توسط افراد طالبان نظارت می شود. یک منبع نزدیک به دکتر عبدالله عبدالله که در حکومت قبلی کارمند ریاست مصالحه ملی بود و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به دویچه وله گفت وضعیت دکتر عبدالله خوب نیست. این منبع افزود که قرار بوده دکتر عبدالله در دو نشست در ایران و روسیه شرکت کند، ولی طالبان اجازه ندادند تا این چهره سیاسی از افغانستان خارج شود. با گفته او دکتر عبدالله رسما به این دو نشست دعوت شده بود، ولی طالبان نه با استفاده از زور بلکه به نحوی به دکتر عبدالله عبدالله فهماندند که اجازه بیرون شدن از افغانستان را ندارد. این منبع نزدیک به دکتر عبدالله عبدالله همچنین گفت وضعیت اقتصادی او نیز خوب نیست. دکتر عبدالله در واقع زیر نظارت است. یک کارمند دیگر ریاست مصالحه ملی سابق گفت که دکتر عبدالله قصد داشت برای دیدار با خانواده‌اش به هند برود، ولی برایش اجازه بیرون شدن از افغانستان داده نشد. یک تن از دیگر از نزدیکان دکتر عبدالله گفت که او میدانست با چنین محدودیت‌های مواجه می‌شود، ولی با آن هم ماندن در افغانستان را ترجیح داد. او افزود که دید بازدید دکتر عبدالله با مقام‌های کشورهای دیگر ادامه دارد و در این راستا محدودیت وجود ندارد. جزئیات این خبر در ویدئوی دیگر. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.